سلام سورا سوزی هستم با برنامه امروز چطوری رابطه رو در طول مدت گرم نگه داریم خب برای بکس این سوالا رو از توی کوشن باکس میاد لطفا تو اینستاگرام ما رو فالو کنین که بتونین جواب بدین یا اگر دوست ندارین همینجا توی کامنت بذارین که ما ویدیوی بعدی رو نسبت به کامنت های شما درست میکنیم تو نظرتون رو بدین و جالب میشه که ویدیو خودتون رو ببینین راجع بینه که چجوری رابطه رو گرم نگردنیم رابطه رو گرم نگه داشتن به نظر من یه سری سیستما داره که چیزهای اصلیه که آقا سقف و نگهداری رو سقف سر رو غذا باشه خونه گرم باشه محبت تو خونه باشه داد و بیداد و وحشی بازی تو خونه نباشه یه چیزهای خاص اینجوری داره ولی به نظر من همه اینا به کنار مهمترین چیزش سطح فکری یا خواسته از زندگی اینجوری بگم بهتره که از تو داری نه که مثلا سطح زندگی که تو پول دار با پول دار بپرا نه ربطی نداری تو میتونی با بابات میلیونر باشه نفر باباش سرایدار باشه با هم بچسیم عشق دنیا رو بکنی به نظر من باید روز اول حالا یا سال اول تصمیم گرفته بشه که آقا ها میخوایم با هم بکنیم من مثلا یه دوست دختر داشتم که آرزوش این بود که شب بشه بره بیرون فقط میخواست بره توی بار چرا چون خوشگل بود ممهش گنده بود باسنش گنده بود لباس دختی میپوشید همه نگاش میکردن منم کسی بودم که مشکلی نداشتن با این موضوع از اونم خیلی راحت بود چون دوست پسر قبلیش نمیذاشتن در واقع ما یه دونه جیجی جی پیدا کرده بودیم آزادش کردیم تو قفس بود آزادش کرده بودم که <applause> دیگه یادم میاد یه تو یه پارتی بودم جی واسطه بودم ولی از این لباسا پوشیده که دو تا خط اینجوری میاد فقط روی ممه میره پایین و بعدش اون میام یکیش یکی شفته کنار ممهش اینجوری آویزونه تو توی وسط کلاب بعد رفتم شروع کردم ریسش داد و که آخه مگه هر زه دیگه حدی داره دیگه آخه جی جی بازی هم بعد میگم به خدا نفهمیدم رفته کنار گفتم چطوری میشه یکی پاش شورت باشه شورت پاش بیفته نفهمه تخماش داره باد میخوره تو اینو واسه من توضیح بده خب میدونی حالا پوینت من اینه که روز اول تو بفهمی چی میخوای بچه ها چند شبش چن، 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 پیش خونه من بودن بعدش داشتن میگفتن که آره یه, یه بابایی میشوسیم دکتر رفته یه دونه از این پلنگا رو عروسی کرده پلنگام داره اینو هی 24 ساعت میچاپه چ... می قبل از عروسی و بعد عروسی باشه فکر میگم که بعد خیلی همه داشتن این دکترا رو مسخره میکنن و قهقه قه میخندیدن راجه بشه که آره یارو مثلا چاغاله و فلان و سا باشه فکر میگم که شما هیچ این نمیدونید شاید این بچه که بوده خجالتی بوده فقط ها نه نمیخوام بگیم قدش کوتاه بوده نمیدونم نم. بعد حرف میزد کاری ندارم میگم خجالتی بوده طرف دختر نمیرفته تمام زندگیش دو نکرده عقده دختر داره برای درس خونه شده دکتر حالا دکتر شده میگه آقا من دارم میخواد یه جیجی جی پیدا کنم که فقط معمر عمل کنه باسن عمل کنه لبا عمل لبا بزنه بیاد بیرون این پلنگ واسه من داره من بچرخه همم هم نگاش کنم مثل یه دونه جیجی جی؟ خواستش نباس من که باید برم ماهی برین یه دونه کیف دو ازاداری بخرم من که دکترم دارم ماهی بیستا در میارم دو تا میدیم تر زنمون این کاملا نوکی اوکی یعنی این آدم تو زنیش خوشبخت و عالی خواهد زندگی کرد ولی اگر این آدم دنبال یه زنه که زن مادر میخوام و زن قوی میخوام و یه دفعه میخوام که پشتم باشه و تیم من باشه و فلان و بسا چیزی که من دارم دنبال زن منه اینی که گرفته اشتباس چون رفته دختر گرفته مثلا دختر چون خوشگله حالا خوشگل که نیست میگم پلنگی همه فقط باد کرده همه باد کنه چون الان همه جاش پلنگیه یارو میگه اوکی من اینو دوست دارم این چیزی که منو رو حالم میده حالا من باید با این خانواده بسازم بچه بسازم زندگی بسازم خودم رو خوشحال کنم میام خونم تو خونم قضا باشه هر چیزی که خواستت هستش از زندگی خودت با این زن شبش نتونه برسه من الان نمیخوام حاملشم حاملش هم هیکرم به هم میخوره شیکم استرچ مارک میگیره تو میخوای چی به جواب بدی ولی یکی زنی رو گرفتی که فقط میخوای خوشگل باشه میگی حق میفهمم منم میخواستم فقط زن بازی کنم خاطر بچه‌م ندارم واسه میگم بابا بعد مهم ترین چیز واسه رابطه طولانی یا خوشحالی توی رابطه اینه که آقا تو چی میخواد تو و بگردی اون پتیری پیدا کنی که به تو میخوره اینش مثال میزنم خودمو دوباره من توی چون دلم میخواست دخترم همیشه خوشگل باشه و به خوش برسه و فلان باشه همیشه دخترای پلنگتوری یا حداقل بهتر بگم تو بیرون پیدا میکنم وسط کلاب یا توی مهمونی کسی اومده پارتی کنه تو, تو کتاب خونه و مدرسه کسی دختر پیدا نکردم یکی از اشتباه من بود کجا دختر تو پیدا میکنی خیلی مهمه ما توی کلابونه دختر بیکاپ کردن این دو قیافش خوبه همه جا مثلا همه نگاش میکنن خیلی می اومدن به من میگفتن که مثلا وا چقدر دوست خرد خوشگله فنا مثلا این اتفاق زیاد برام میافتاد خب من از این لذت میبردم بودم وا که چقدر باحال من خانم انقدر خوشگله که مثلا همه به کفش ولی مال من بلا بلا بلا, بلا, بلا. من با اینا خوشحال بودم ولی بعد که با هم جدی شدیم دیدم هیچ کاری مال من انجام نمیده بعد از اون ور یه خورسن اون رفت بالاتر دیگه واسه من تموم شد دیگه من دم برم کلاب من رفته بودم کلاب دختر پیدا کنم به قول معروف دیگه دختر پیدا کنم اونم تو خونه دیگه نمیخوام کلاب چه گویی بخورم یه سال بریم کلاب دو سال بریم کلاب چه گوی داریم میخوایم بریم کلاب بعد اگه نمی رفتیم کلاب تمام شب غور و ناراحتی و با جمع شب بندیم خونه به جهنم که تو پول داری در چه فایده داره وقتی ما کاری نمی کنیم؟ هر داستان اینجوری بعد خب من گفتم راست میگه دیگه کی میخواد جمع شب بشینه خونه ما هم هی بیرون میرفتیم بیرون این خمالا قشنگ مهمونی میرفتم تو دستشویی توی تلفنم یه دونه فیلم 20 دقیقه ای می میذاشتم مثلا فرندز بعد گفتم خب من 20 دقیقه فرندز نگاه کنم 20 دقیقه کمتر بعد اینجا بمونم تا یه جیشم بکنم و دستاتم بشم تقریبا 30 دقیقه رو گذروندم مثلا 9 و نیم که میشد میگفتم دوستا خودم گفتم ببین چه میخوای بریم بعد میگم مثلا 11 اوکیه okay. حالا مثلا مثلا میگم بعد میگم 11 اوکی اوکی 11 میریم بعد میرفتم تو دستشویی 40 دقیقه میگذروندم که به 11 نزدیکش میری زج میکشیدم هر شب بعد یه رفیق داشتم این جمعه شما ما اینو نمیدیم همه هفته با هم بودیم جامعه شما چه با ما نبود ببینی جامعه شما چیکار کنی تو گفتم من بازارم میشنم خونه فیلم نگاه میکنیم زرم هم ب... برامون کلم هم میدهش خب یه سال بعد گذشت گفتم هنوز جون شما چیکار گفت میمونیم خونه یه فیلم می‌ذاریم با هم دیگه یه غذا با هم درست میکنیم عشق میکنیم بعد گفتم خب پس منم عاشق اینم پس یه نفر دیگه بعد دوست من پسر دوست دختر من بود پسره میخواست بیاد بیرون میگفت زن من نمیاد بیرون زن من می‌خواد بمونه تو خونه و من اون روز اینو فهمیدم که او اگر من با زن تو دوست بودم و تو با زن من دوست بودی ما جفتمون واقعا خوشحال بودیم چون تو هر جمعه که میرسیدی خونه دوست دختر واسه دو میگفت بریم بیرون بریم بیرون خوشم خوشیای کرده و معما بیرون بریم بیرون اشغال از دوستم غیرتی بود نمیذاشین کار بکنم ولی حالا کنه منم جمعه میرسم خونه یه غذای خوب درست کرده یه کفش پاشنه بالا پوشیده اونجا وایساده کدوم فیلمو میخوای ببینی این فیلمو یا این فیلمو دو تا فیلم جدید پیدا کردم این راجبه این راجبه اوکی اینو بذار و غذا رو بزنه پاها رو ماساژ بده و اشغال اصلا چیز نیجی... و من اونجا اینو فهمیدم که اوکی من انتخاب من اشتباه بوده من رفتم میخواستم با این وسیله بازی کنم نفهمیدم میخوام فقط یه شب باش بازی کنم آوردم خونه میخوام تا آخر شب نگرش دارم این همچین چیزی نیستش مثل اینکه بری یه از این ماشینای فرمولا وانو که رو که صفر یه ثانیه اسو بگیری بعد بره. بعد بگی خواه که خیلی جالب بود تجربهش ولی خدافظ دیگه شاید تا آخر عمر نمیخواد تجربهش کنی کم آدمی هست که بره ماشین فرمولا استفاده کنه بعد بگه این ماشین رو باید بخرم تو خیابونم رانندگی کنم حالا کنم تو خیابون غیر قانونیه اگه قانونی بود چون چه من چه من جرات که بسته از همش این ماشین میخواد سر بخوره جاده وسط آماده نیستن منطقی نیست ولی بهترین ماشین دیگه ولی منطقی نیست یه دونه تو دو خیابون نیست چرا چون منطقی نیست اینم هم همچین داستانی بود آدما با هم مچ باشن اگه شما با هم مچ کنی دیگه میدونی چی میخوای بکنی حالا یه آدمی هست میگه آقا من اوکی ام از اینکه گشت نخوابم تو زندگیم خوشحالم خب تو اگه به یه زن بگیری که میخواد برسه به خونه هر شب با تو بحث میکنه تو هر شب سیر میخوابی یا این ناراحت بعد این نامردیه ولی اگه یه نفر بده کنی که اونم فقط باشی که همه سیر راضی باشه هر شب دوتایی خوشحال میخوابین هیچ وقتم به خونه نمیرسین ولی هر شب خوشحال میخوابین اون یکی حالت شاید یه روز به خونه برسین ولی یه شب هم خوشحال نمیخوابین خب من خوشحالیو اگه برنامه بچه برنامه نگاه میکنیم من همیشه خوشحالی رو میدم به پیکسل چون اگه خونه خوشش بشی مثل بازی هستش که میدی پول میدی تو بازی خونت رو گنده تر میکنه ولی بعد پول واقعی بدی چقدر احمقانه است دنیا ما هم دقیقا همون فرقی نداره الان مثلا من تیشت من عوض کنم اینجا شنو بشه بشه بعد بفهمی شما قیمتش 900 دلاره چی عوض شده فقط پیکسل های روی من عوض شده که الان جوری که شما داری منو میبینین واقعا پیکسل ها عوض میشه پس من 900 دلار بدم که این پیکسل عوض کنم خب جهنم قرمز که قرمزه حالا روی نمیشه for fuck's sake fuck the animal ام روی اون نوشته الوی به نظر بنده دوقرونی مهمترین چیز را بفهمیم چی میخواین و برای اون کامن گل کار بکنین و بفهمین که با هم میخواین به این خوشحالی برسین و این چیزی که تو زندگیتون انتخاب کردین آدم بعضی موقع میره تو رستوران یه غذا رو میبینه یه غذا دیگر هم میبینه غذا اولی سفارش میده وقتی که میاد میفهمه غذا دومی بهتر بوده دیگه دیر شده با با خودش هیچ کاریش نمیتونی بکنی هر جوری بخواد به غذا دومی برسی یه داستانی داری یه بهترین حالت اینه که باید به پول ضربه بزنی چون میدونم پولی نیست ولی واسه اینکه آدم حرفو بفهمه باید به پول دیگه ضربه بزنی که به اون برسی یا باید با رستوران بحث کنی که من اینو نمیخوام اونو میخوام رستوران رو به چیز بکنی به رستوران ضربه بزنی اینم هم حالتیه باید بفهم که آقا من دیگه انتخابمو کردم برای همینم هم میگم لطفا تو سی سالگی زودتر انتخاب نکنید چون هر روز نمیفهمی قضا چیه تا سی سالگی میفهمی آقا زن, زن چیه من زن چی میخوام رابطه چیه بعد اون یه انتخاب که میکنی دیگه پاش وای میستی به خاطر اینکه تو هر جوری بخوای اینو بشکونی به زد ضرر میزنه ولی اگه باش وای سی میتونی رابطه خوبی داشته باشی شبا خوشحال بخوای به بچه برسی و با پیشرفتتون رو دو نفری با هم لذت ببرید. پیشرفت چیز شخصیه، چیز دنیایی نیست. توی دنیا همه با بوگاتی داشته باشن و یه دونه خونه صد میلیون دلاری تا بشن برنده ولی ای واقعیت این نیست هم آدمی که تو خونه 100 صد میلیون دلاری شب میره تو اتاق کوچولو تهیه که هم اندازه تقریبا اتاق تو میخوابه تختش دقیقا اندازه تخت توه نوع خوابش دقیقا نوع خواب توه ولی ناراحت تو همون تخت زن بقیش از داره اصابش کنه که چرا خونه ما 120 میلیونی نیست چرا هلیکوپتر روش نمیشینه چرا قایق نداریم چرا تا اقیانوس ویومون اینوریه قوره و خوشحالی نبودنه هیچ وقت تموم نمیشه ولی خوشحالی خیلی راحت شروع میشه و من واقعا نمیفهمم چرا مردم همه اونوری هن. چیزی که داری راضی باشی خوشحال باشی و بفهمید چیزی که با هم مچین تا آخر اون به راحت میدی، خوشحال نمی کنی بدونید که بخواد چیزی رو تو زنید عوض کنی